نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز جمعه هشتم سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با کیفیت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند بنابر قول 90 درصد فقها ها از متقدمین و متاخرین که شهرت عظیم است همان قول مشهور است که 34 مرتبه الله اکبر در ابتدا 33 مرتبه الحمدلله در وسط و 33 مرتبه سبحان الله در آخر است صحیح می باشد که این قول روایات صحیح روایات صحیحه دارد و در سایر موارد روایات غیر معتبر است معظم الله در ادامه فرمودند روایاتی که میگوید الحمدلله را آخر بگوییم آنگونه که در ذهنم هست مربوط به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها طبق روایتی که سعد ابن سعد از محدثان برجسته قوم از امام رضا علیه السلام نقل کرده است میباشد که باید گفت که خاصه این مورد است اگر نه در رابطه با همان زیارت حضرت معصومه هم برخی از فقها گفتند که این مسئله چون نادر است حتی در مورد خودش هم به آن عمل نشود و, و تسبیحات حضرت زهرا در آنجا نیز بنابر قول مشهور گفته شود با هم فرمایشات آیت الله لزماشی رازی را ببینیم و بشنویم اگر بنا به عمل 90 درصد فقها که شهرت عظیمه است از متقدمین و متاخرین به اون بخواید عمل کنید نه نمیشه باید گفت که همونی که مشهور فرمودن همون درسته اینای دیگه اولا غالب این روایات غیر معتبره و اون روایت تسبیح حضرت زهرا صلوات الله علیها سی و چار و سی و, سی و, سی و, سی و سی. تکبیر قبل تحمید دویم تسبیح سیوم این هم روایات صحیحه داره هم معمول به های مشکوره و یه روایتی داره روایتی که میگه تحمید را آخر بندازه تو ذهن من اینه یه دونه روایت اونم روایت زیارت حضرت معصومه علیه السلامه تو باید بگیم خاص به این مورده اگر نه در همون زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه ها فقها گفتن این نادره که تحمید بعد بشه تسبیح وسط